سلام به همه دوستان عزیز، من رسانم. خیلی خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه از کانال گیمر رسان شو. دمتون گرم که همیشه کانال خودتون یعنی کانال گیمر رسان شو رو حمایت میکنیم. آقا خبر دارم، داغ تازه. این خبر هنوز هیچ جا درس پیدا نکرده و البته چرا در بعضی از سایت های غیر رسمی اومدن راجبش نوشتن و این خبر از یک توییتی شروع شد. خیلی جالب بود برام که بخوام راجبش یک ویدیو بسازم و بدون وقفه بریم داخل ویدیو که من این خبر جالب راجب رزیدنت اویل 4 ریمیک که قرار 4 فروردین ریلیز بشه بهتون بگم. فقط قبلش کانال یوتیوب رو سابسکرایب بکنید، زنگوله بغلش هم بزنید، در اینستاگرام پیج رسان داتشو رو فالو کنید. بریم که یکی از جالب ترین خبرهایی که درس کرده و یا لیک شده رو بهتون بگم. بوس بدم اون تک تکتون، بریم توی ویدیو. آقا اویل 4 ریمیک 4 فروردین میخواد بیاد و تقریبا 80-90% اطلاعاتشو به دست آوردیم راجب خود داستان اصلی و گیم پلی، چیزی که کارگردانا گفتن. حالا چند روز پیشم من یک ویدیو راجب اطلاعاتی کارگردانا دادن براتون ساختم که این کارتش میاد، حالا همون اول ویدیو اومده بالا میتونید روش کلیک بکنید و برید اطلاعات ببینید که چی اطلاعات جالبی داده. مثلا گفته هوکمن نیستش، کرازر رو تایید کرده، خیلی چیز دیگه. حالا وقتی که کرازر حضورش تایید شد برای تمام طرفدارای این فرانچایز و حتی مکانیک کیوتی یا کویک تایم ایونتس هم که گفتن کاملا ما حذفش کردیم از این بازی، پشت سر هم دکمه زدن. وقتی این اطلاعات درس بود که یک توییتی منتشر شد راجع به بخش DLC های بازیه و خیلی جالب بود چیزی که من متوجه شدم. حالا اکثرا شما میدونید DLC چیه، اما من یه توضیح میدم درباره اون افرادی که نمیدونن. ببینیم مثلا یه گیمی ساخته میشه، خود اون شرکت بازیساز و یا کارگردان از عمد میاد یه جاهای بازی رو مبهم نگه میداره. مثلا یه مثالی که میخوام براتون بزنم، توی نسخه اصلی رزیدنت اویل 4 خب خیلی جاها ما دیدیم یه سری اتفاقاتی افتاد که دلیلی نمیتونستیم واسش پیدا کنیم. مثلا اون لحظه‌ای که مندز لیانو داشت میکشت بعد ولش کرد. بعد یه DLC ساختم به عنوان سپرید ویز که مربوط به DLC ایدا وانگ بود. بعد میفهمیدی خیلی از کارها که توی بازی انجام میشد ایدا وانگ. خیلی از سوالهایی که در طول بازی هم شما میتونید حالا براتون پیش میاد رو با اون DLC که ارائه میدن کاملا متوجه میشید. مثلا برای رزیدنت اویل ویلیج اومدن یک DLC دادن به نام شادوز آف روز. حالا DLC همیشه هم راجب خود سالهای بازی نیست. حالا چرا شادوز آف روز رو مثال زدم؟ به خاطر اینکه شادوز آف روز ادامه داستان ویلیج بود، یعنی روزی که توی نسخه حالا اون بازی اصلی ایتن رف نجاتش داد، خیلی بچه بود، 15-16 سال بعدش روز بزرگ شده و الان یک سری اتفاقات جدید براش میفته. اینا رو بهش میگن DLC. حالا قبلا لیک شده بود برای رزیدنت اویل 4 ریمیک 3 DLC قرار بود بیاد. یعنی این لیک شده است، هنوز تایید نشده. اینا فقط اخباری که بهتون بگم در حد لیکه و هنوز نه کپکام تایید کرده، نه پرودیوسر و نه کارگردانای بازی. 3 DLC منتشر کرده، یعنی قراره بیاد برای 3 DLC قراره بیاد. خب یک از DLC ها احتمال خیلی زیاد، احتمال 100% DLC ایدا وانگ که چون ما توی نسخه اصلی داشتیم. یکی از DLC ها گفتن که لوئیسه، یعنی ما لوئیس رو بهتر میشناسیم، یعنی اون چطوری وارد ویلیج شده، دلیلش چیه، همه اینا ما با DLC لوئیس کاملا متوجه میشیم. و این خیلی جالبه، DLC سوم همه فکر میکردن که شاید مثلا DLC اشلی باشه، شاید DLC آلبرت وسکر باشه و شاید مثلا یه DLC مربوط به خود لیان، مثلا اتفاقای مثلا راجب این 6 سالی که بین اتفاقات راکون سیتی تا اون اتفاق دهکده اروپایی که مثلا برای رزیدنت اویل 4 بود، شاید مثلا حالا یه داستانی باشه، خط داستانی باشه و مثلا حالا براش DLC بزازم. ولی چیزی که درس بده کرد اینه که DLC مربوط DLC کرازره و نشون میده که کرازر چطوری اشلی دوزی، یعنی این روند دوزیدن اشلی و اووردنش به دهکده و تحویلش به گروه لوس ایلامینادوس و سدلر قرار ما داخل یک DLC متوجه بشیم و این به نظر من خیلی جالبه. در حد بهتون میگم این خبری که من بهتون گفتم در حد یک لیکه، یک شایعه است، حالا هنوز تایید یا تکذیب نشده، ولی خب خیلی لازم دونستم که بهتون بگم. خیلی هم جالبه، یعنی امکان داره. من میدونید چی میگم، من میگم این خبر 50-50 است.
حالا دلایل زیاد داره که چون اولش خیلی از افشاگری‌ها و لیک‌هایی که صورت گرفت قبلا خب بعد رد شد، درست نبود، مثلا مثل هوکمن که چند تا ویدیو من راجبش گفته بودم که آقا خیلی جا لیک شده که هوکمن هستش، بعد کارگردان خیلی قشنگ گفت آقا هوکمن نیستش، یا خیلی از اطلاعات دیگه مثلا راجب دکتر سالوادور اون عربرقه سری لیک‌هاش شده بود که بعدن رد شد. ولی خب من میگم 70-30، یعنی 70% هست 30% نیست. و جالبی قضیه چه که وقتی که، یعنی اون شخصی که فکر کنم این اطلاعاتو داشت، حالا نمیدونم یا جدیدم به دست آورده، وقتی که دید کرازر تایید شد اومد این اطلاعات رو افشا کرد و گفت که قرار DLC که ریلیز کردن، DLC مربوط یکی از DLC ها مربوط کرازر، من به نظرم که خیلی جالبه. یه صحبتی هم میخوام باتون بکنم درباره، خیلی ها میگن که خب شما میای صحبت ها لیک هایی میبینی که همه جا گفته شده به زبان انگلیسی. خب ببینین، ما کانال رسانه هستیم و راجب رزیدنت اویل داریم ویدیو میسازیم، نه فقط من، خیلی از همکارهای دیگه دارن کار میکنن و ما میایم اخباری که هست رو برای شما ترجمه میکنیم به زبان فارسی میگیم. حالا کجا میریم اخبار جمع میکنیم؟ حالا یا یه کانال یوتیوب خیلی معتبریه که مثلا با خود کپکام، با خود سازنده های مثلا خود رزیدنت اویل در ارتباطه، بالاخره یه سری اخبار درس پیدا میکنه و میاد اینا رو، حالا میگه ما میام اونا رو ترجمه میکنیم، یا نه مثلا میام یه سایتی برمیداریم متن رو ترجمه میکنیم برای شما میگیم. یعنی خبر قرار نیست عوض بشه دیگه، یعنی قرار نیست من یه خبری رو بگم اون گفته من یه خبر دیگه بگم، نه، یه خبری الان مثلا راجع به همین 80 تا سوال کارگردان، همه کانال هایی که راجع به این فرانچایز ویدیو میسازن اومدن چیز کردن دیگه، ویدیوشو ساختن، نمیتونی بگی که این از اون کپی کرده، میدونید منظورم چیه؟ یعنی هیچ موقع اسم کپی روی کارم نذارید لطفاً، چون خیلی من کامنت میگیرم که شما داری اگه خیلی از کانال های انگلیسی کپی میکنی. خب کپی نیست، من دارم خبرها رو جمع آوری میکنم و برای شما بچه های عزیز و مردم عزیز دارم ترجمه میکنم و براتون و بهتون میگم که شما در جریان جدیدترین اخبار این فرانچایز قرار بگیرید. خب حالا یه نکته دیگه هم که هست، توی کامنت ها بنویسید، این خیلی برام مهمه که چقدر این خبر درسته، حتما توی کامنت ها بنویسید که چقدر به نظر شما این خبر میتونه درست باشه، این خبر میتونه غلط باشه. توی کامنت ها بنویسید که آیا دوست دارید که قبل اینکه رزیدنت اویل 4 ریمیک، یعنی حدودا 4 فروردین، یک ماه دیگه تقریبا که مونده تا ریلیز بشه، آیا دوست دارید نسخه اصلیشو براتون من حالا گیم پلیشو با PS5 بذارم یا نه؟ اینم توی کامنت ها بنویسید. دمتون گرم که ویدیو رو تا آخر دیدید. اگه دوست دارید دوباره از فرانچایز رزیدنت اویل ویدیو ببینید، کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکنید، زنگولی بغلشم بزنید، در اینستاگرام پیج رسان داتور رو فالو کنید. دمتون گرم، تا ویدیوی بعد، بازی بعد، بوس بدم آقا تک تکتون، خدا نگهدار.